شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. به گزارش وال استریت جورنال، مقامات ایرانی و عربی می گویند که جمهوری اسلامی به دیپلومات های عرب گفته است که ارتش متعارف این کشور درگیر حمله آتی به اسرائیل خواهد شد زیرا چهار سرباز و یک خیر نظامی را در حمله اسرائیل از دست داده است، درگیر کردن ارتش جمهوری اسلامی ایران در این حمله به این معنی نیست که نیروهای ارتش در منطقه مستقر خواهند شد بلکه به معنای آن است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که معمولا با مسائل امنیتی اسرائیل سر کار دارد به تنهایی در این مورد عمل نخواهد کرد به نوشته وال استریت جورنال یک مقام مصری گفت که ایران به طور خصوصی نسبت به پاسخ قوی و پیچیده به اسرائیل هشدار داده است یک مقام ایرانی نیز به این روزنامه گفت ارتش ما افرادی را از دست داده است. بنابراین ارتش باید واکنش نشان دهد. او گفت که ایران می تواند از خاک عراق برای بخشی از عملیات استفاده کند و احتمالاً تأسیسات نظامی اسرائیل را هدف قرار خواهد داد که به گفته ای او این حمله بسیار تهاجمی تر از دفعه قبل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس دو تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه بر اثر سقوط هواپیما در حوالی سیرکان از توابع استان سیستان و بلوچستان جان باختند در این گزارش عنوان شده است که یکی از کشته شدگان سرتیپ حمید مازندرانی فرماندهی تیپ نینواست خلبان او نیز کشته شده است در این گزارش همچنین توضیح داده شده است که هواپیمای فوق سبک در حین تمرین نظامی در حال انجام عملیات رزمی بود که سقوط کرد. این سقوط به دنبال کشته شدن ده نیروی انتظامی ایرانی چند روز قبل از حمله مسلحانه در منطقه گوهرکوه تفتان صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز مشخص نیست که چرا آقای مازندرانی در حالی که در یکی از استانهای شمالی مستقر است به جنوب شرق کشور سفر کرده است. فارس نیوز در گزارش خود همچنین به کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران در سقوط بالگرد در ماه می اشاره کرد اما گفت که چنین حوادث هوایی در ایران نادر است. تا کنون به طور رسمی مشخص نشده است که چه چیزی باعث سقوط رئیس جمهور ایران به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و هفت نفر دیگر شد بنا گزارشها، گزارش ها شهر سیرکان محل درگیری بین نیروهای امنیتی ایران شبه نظامیان سنی و قاچاقچیان مواد مخدر بوده است شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au slash به اخبار و گزارشهای بیشتری دست خواهید یافت